درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز پنج شنبه 13 جولای 2023 میلادی برابر است با 22 تیر ماه سال 1402 خورشیدی. در ادامه فشار دستگاه‌های امنیتی به مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان روز گذشته تلویزیون جمهوری اسلامی از بازداشت 132 تن از مبلغان مذهبی در مدرسه علمیه مسجد مکی زاهدان خبر داد. به گفته رسانه‌های رسمی حکومت، این افراد بعد از بازداشت به دلیل نداشتن اجازه اقامت از کشور اخراج شدند. تلویزیون جمهوری اسلامی همزمان با اعلام این خبر مصاحبه‌های تصویری از برخی از این افراد پخش کرد که نشان می‌دهد برخی از این بازداشتی‌ها پیش از اخراج در مقابل دوربین نهادهای امنیتی به اعتراف پرداختند. خبرگزاری تسنیم وابسته به نهادهای امنیتی هم گزارش مشابهی را منتشر کرد که در آن به ادعای تسنیم بازداشت شدگان با اقامت غیرقانونی و هویت جعلی در این مدرسه مشغول به فعالیت بودند. این خبرگزاری همچنین ادعا کرده که بر اساس بررسی‌های به عمل آمده توسط دستگاه‌های مسئول، تعداد قابل توجهی از اساتید و بعضاً مدیران مدرسه مکی دارای اسناد سجلی غیرقانونی و هویت‌های جعلی هستند که در طی سالیان متمادی در داخل کشور حضور داشته و از مزایای گوناگون بهره مند بودند. به گفته تلویزیون جمهوری اسلامی، این افراد به تناسب جرم صورت گرفته می بایستی به چند سال زندان محکوم می شدند، اما با رأفت اسلامی تحویل کشور مبدأ شدند. خبرگزاری تسنیم همچنین بدون ذکر نام ادعا کرد که برخی افراد وابسته به جریان خاص در اخذ اسناد هویتی غصبی نقش داشتند. تداوم بازداشت ها در حالی است که پیش بینی می شود فردا و در ادامه جمعه های اعتراضی زاهدان راهپیمایی اعتراضی در این شهر همچنان برقرار باشد. بنا به اعلام پلیس گیلان، 4 دختر نوجوان که پیشتر اقدام به رقص بدون حجاب در خیابان گلزار رشت کرده بودند و ویدیویی از آنها گرفته شده بود و در فضای مجازی منتشر شده بود، بازداشت شدند. مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان روز چهارشنبه اعلام کرد که این دختران در منطقه گلزار اقدام به حرکات نامتعارف، ناهنجاری اجتماعی و عدم رعایت شئون اسلامی کرده و تصاویر آنها در فضای مجازی با مضمون کشف حجاب سازمان یافته منتشر شده بود. بنا به اعلام مرکز اطلاع رسانی، دختران نوجوان در کمتر از 48 ساعت بازداشت شدند. پلیس گفته است که دختران بازداشت شده اعلام کردند که ماجرای کشف حجاب سازمان یافته از اساس کذب است و قصد شرکت در یک مراسم جشن تولد را داشتند که در زمان ثبت تصاویر از خود در خیابان، فردی ناشناس از داخل خانه اقدام به فیلمبرداری از حرکات آنها و انتشار آن در فضای مجازی کرده است. بر اساس فیلمی که خبرگزاری رپنا از این دختران منتشر کرده، 4 دختر نوجوان پشت یک ماشین پراید در حالی که حجاب اجباری را رعایت نکردند مشغول رقص و شادی هستند. مقامات جمهوری اسلامی صبح پنجشنبه 2 زندانی را در فولاد شهر اصفهان در ملأ عام اعدام کردند. بنا به اعلام روابط عمومی دادگستری استان اصفهان، اعدام این دو شهروند به نام‌های احمد قائدی نسب و صادق محمودی در ارتباط با اتهام قتل یک مأمور نیروی انتظامی در جریان درگیری در روز 27 آبان ماه سال 1400 بوده است. دادگستری اصفهان این دو زندانی را سارقان معروف اصفهان با سوابق کیفری متعدد معرفی کرده که از خانه‌های مردم زورگیری می‌کردند. در این گزارش ضمن اشاره به کشته شدن یک مأمور نیروی انتظامی با سلاح گرم در جریان درگیری، بدون اشاره به جزئیات به زخمی کردن مردم هم اشاره شده است. اعدام در ملأ عام در ایران تا یه ماه‌های گذشته افزایش یافته است. در حالی که خانواده پیمان گلوانی، جوان کشته شده اهل مهاباد، 20 تیر ماه از وجود آثار شکنجه بر پیکر فرزندشان خبر دادند و عکس‌های آن را در رسانه‌های اجتماعی منتشر کردند، خبرگزاری میزان و بسته به قوه قضاییه مدعی شد که این آثار و کبودی‌ها ناشی از بسته شدن او به تخت در بیمارستان است. بر اساس ادعای خبرگزاری میزان، به نقل از پزشکی قانونی، پیمان گلوانی در بیمارستان بی‌قراری شدید روانی و حرکتی داشته، به طوری که اجازه هیچ گونه آزمایش و انجام سی‌تی
مسکن مغز و قفسه سینه حتی با وجود تزریق آرام بخش را نداده و به همین دلیل کادر درمان برای کنترل بیمار ناچار به بستن او به تخت بیمارستانی شدند. بهراب پوراکبر دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مهابات هم مدعی شده بود که پیمان مام احمدی گلبانی به اتهام کلاهبرداری بازداشت و علت مرگ او بیماری مربوط به پلاسمای خون بوده است. پوراکبر همچنین گفته بود که آقای گلبانی تا روز 14 تیر ماه در زندان ارومیه بود و در آن روز به علت بیماری بستری شد، اما 18 تیر ماه به دلیل شدت گرفتن بیماری فوت کرد. اما دکتر محسن سهرابی عضو سازمان پزشکان داوطلب کردستان و انجمن آیپا 20 تیر ماه به بخش فارسی صدای آمریکا گفت آنچه در عکس‌ها دیدیم این است که پیمان گلبانی شکنجه شده و او را ممکن است با چیزی بسته باشند، چرا که کبودی روی مچ پایش مشهود است. او با تاکید بر شکستگی جمجمه پیمان با استناد به شرح حالی که نزدیکان او دادند افزود پیمان زیر شکنجه دچار کاهش سطح هوشیاری شده و به بیمارستان منتقل می شود و بعد از چند روز در آنجا فوت می شود. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی همجنسگرایی را یک پدیده زشت خوانده و از کشورهای غربی برای هجمه به بنیان خانواده انتقاد کرده است. رئیسی این صحبت‌ها را در جریان سفر آفریقایی خود و در اوگاندا بیان کرده است. او گفته است که کشورهای غربی با هجمه به بنیان خانواده ترویج پدیده زشت همجنسگرایی، رواج افراطی‌گری و تروریسم پروری و استفاده ابزاری از حقوق بشر کشورهای مستقل را تحت فشار می‌گذارند. ابراهیم رئیسی خواهان آن شده است که ایران و اوگاندا برای مقابله با چنین فشارهایی با یکدیگر همکاری کنند. در اوگاندا مانند ایران همجنسگرایی جرم تلقی می‌شود و می‌تواند حبس ابد به دنبال داشته باشد. سازمان حقوق بشری هنگا روز چهارشنبه از ترور یک عضو دیگر حزب دموکرات کردستان ایران در کمتر از یک هفته در اقلیم کردستان عراق خبر داد. وبسایت هنگا در گزارشی هویت این فرد را سیامند شابویی اهل اشنویه اعلام کرد و آورده که پیکر بیجان او در یک ساختمان نیمه کاره در روستای قادرآباد در 10 کیلومتری اربیل پیدا شده است. بر اساس این گزارش آقای شابویی از ناحیه سر هدف چند گلوله قرار گرفت. در همین رابطه یکی از نزدیکان شابویی به هنگا گفت که این فعال سیاسی کرد از غروب سه‌شنبه 20 تیر ماه به صورت کاملا بی‌سابقه ناپدید شد. این منبع در ادامه افزود که خانواده و نزدیکان آقای شابویی تیم‌های ترور جمهوری اسلامی ایران را مسئول مرگ او می‌دانند. بر اساس این گزارش سیامند شابویی در سال‌های گذشته بارها توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تهدید شده بود و دو برادر و فرزند 14 ساله‌اش به تازگی توسط نیروهای حکومتی بازداشت شدن. ایران گرانشوان در لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کند. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانت رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندا و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد.
در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. چند ماه بعد از توقف روند مسمومیت گسترده دانش آموزان در ایران و اظهار نظرهای متفاوت مقامات جمهوری اسلامی درباره چگونگی آن، رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور از آن با عنوان شیوه نوینی از جنگ سایبری نام برد. غلامرضا جلالی روز چهارشنبه در یک نشست خبری هر گونه شیمیایی یا بیولوژیکی بودن حملات به مدارس اغلب دخترانه در ماه‌های اخیر را رد و اعلام کرد که یک نوع فناوری شناختی رسانه‌ای روی ذهن دختران ما اثر می‌گذارد و آن را تبدیل به یک عارضه پزشکی به نام استراب اجتماعی می کند. جلالی در ادامه درباره شیوه نوین جنگ سایبری که بنا به ادعای او در مسمومیت گسترده دانش آموزان نقش داشته گفت، این یک فناوری جدید است که می تواند در زمینه ایجاد حالت فیزیکی با ابزار روانشناختی اثر بگذارد و چون خانم ها و جوانان حساس تر هستند، دشمن به طور ویژه دختران جوان را مورد هدف قرار داد. رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در ادامه مدعی شد که اگر کسی به رسانه وابسته بشود دچار این مسمومیت می شود. به افزود توقف مسمومیت ها به صورت جالبی با کنترل اخبار در رسانه ها انجام شد، به صورتی که بعد از کنترل انتشار اخبار مسمومیت های سریالی در مدارس دیگر شاهد ادامه مسمومیت ها نبودیم. ماهور احمدی، تنها فرزند احمد رضا احمدی، شاعری که روز سه‌شنبه درگذشت، در مراسم خاکسپاری پدرش بدون حجاب اجباری سخنرانی کرد. خانم احمدی روز پنجشنبه در این مراسم که مقابل ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران برگزار شد، گفت که پدرش هیچ وقت نان سیاست را نخورد اما سیاسی ترین شعرها را سرود. و افزود که مقامات جمهوری اسلامی احمد رضا احمدی را به اجبار از کانون بازنشسته کردند. بر اساس گزارش‌ها، خانم احمدی علی‌رغم ممانعت مسئولان کانون از سخنرانی در این مراسم، بر سخنرانی بدون حجاب پافشاری کرده است. خبرگزاری‌های حکومتی در ایران در گزارش‌های خود از این مراسم به بدون حجاب بودن ماهور احمدی اشاره‌ای نکردند. خبرگزاری فارس فقط از قول دختر احمدی نوشت، پدرم ایران را دوست داشت و با توجه به اینکه پیشنهادهای خوبی برای مهاجرت داشت اما ماند تا در دل خاک ایران دفن شود. در این مراسم دیگران از جمله آیدین اقداشلو، نقاش مطرح ایرانی، هم سخنرانی کردند. حسین شریعت مداری از چهره‌های تندروی جمهوری اسلامی در یادداشتی به لایحه موسوم به لایحه عفاف و حجاب اعتراض کرد و مدعی شد که این لایحه نه فقط حمایت از عفاف و حجاب نیست، بلکه در صورت تصویب گسترش بی‌حجابی را هم به دنبال خواهد داشت. شریعت مداری در این یادداشت که در روزنامه حکومتی کیهان منتشر شده در این زمینه اضافه کرد،
اگر لایحه عفاف و حجاب آنگونه که هست به تصویب برسد، نقش آن در پیشگیری از بیحجابی شبیه آن است که بخواهیم با کشیدن سیم خاردار از آسیب سیل جلوگیری کنیم. بنویش از این روی با جرأت میتوان گفت تنها راه عاقلانه و کارساز برای پیشگیری از پدیده افتسوز کشف حجاب و نجات فریب خوردگان از چنبره فریب دشمنان پس گرفتن لایحه موسوم به حمایت از عفاف و حجاب است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده پنجشنبه 22 تیر ماه وارد هلسینکی پایتخت فنلاند شد. به گزارش ABC نیوز، بایدن قرار است با ساولی نونستو رئیس جمهوری فنلاند و رهبران دیگر کشورهای شمال اروپا از جمله سوئد، نروژ، دانمارک و ایسلند دیدار کند. او بعد از آن وارد هلسینکی شد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین نتیجه نشست ناتو را پیروزی امنیتی مهم برای کشورش خواند، اما با این وجود ابراز ناامیدی کرد که کیف دعوت آشکاری برای پیوستن به این ائتلاف دریافت نکرده است. بنا به این گزارش، بایدن درباره هشدار قبلی خود به مسکو در گفتگو با رئیس جمهوری فنلاند گفت که چگونه به پوتین هشدار داده که اگر مسکو برای تضعیف پیمان دفاعی تلاش کند، ناتو را به آستان خود خواهد آورد. بایدن همچنین افزود: شاید به یاد داشته باشید که من به شما گفتم، من به دوستمان در شرق یعنی پوتین گفتم که اگر او خواهان فنلاندی شدن ناتو است، ناتوی شدن فنلاند را به دست خواهد آورد. بایدن به تماس تلفنی نونستو درباره پیوستن به پیمان ناتو بعد از حمله روسیه به اوکراین و پایان دادن به وعده چندین دهه بی‌طرفی هلسینکی بعد از جنگ سرد اشاره کرد که به تصویب سریع عضویت فنلاند در ناتو منجر شد و تاکید کرد که این سریع‌ترین تصویبی است که در تاریخ مدرن رخ داده است. رنگان هشمن بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heidarilawgroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جل باکس HT 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم.
شرکت مایکروسافت میگوید هکرهای مستقر در چین به حساب‌های ایمیل حدود 25 سازمان، نهاد و وزارتخانه دولتی آمریکا دسترسی پیدا کردند. بر اساس گزارش‌ها، جین آرماندو وزیر بازرگانی آمریکا از جمله افرادی بوده که ایمیلش در این هک گسترده در اختیار هکرها قرار گرفته است. رسانه‌های آمریکایی همچنین گزارش کردند که وزارت خارجه این کشور هم هدف حمله هکرها قرار گرفته است. سفارت چین در لندن در واکنش به خبرگزاری رویترز گفته است که این خبر بر اساس اتهام و اطلاعات نادرست است و دولت آمریکا بزرگترین امپراتوری هک و دزد سایبری جهانی است. به گفته شرکت مایکروسافت، یک گروه هک مستقر در چین که از آن به عنوان Storm 0558 نام برده، با جعل توکن‌های احراز هویت دیجیتال به حساب‌های ایمیل در آفیس 365 دسترسی پیدا کرده است. مایکروسافت گفته است که گروه Storm 0558 در درجه اول سازمان‌های دولتی در اروپای غربی را هدف قرار داده و تمرکز آنها بر جاسوسی، سرقت داده‌ها و دسترسی به هویت کاربران بوده است. سلمان رشدی، نویسنده یک کتاب آیات شیطانی که سال گذشته با ضربات چاقو مورد حمله یک طرفدار جمهوری اسلامی قرار گرفت، گفت با وجود از دست دادن بینایی یک چشم و آسیب دیدگی دست، از نظر جسمی کم و بیش خوب هستم، اما برنامه‌ای هم برای سخنرانی در محافل عمومی ندارم. رشدی در گفتگویی با بی بی سی از تجربه رؤیاهای دیوانه کننده و درمان برای مقابله با پیامدهای آن و تمرکز خود به حرکت رو به جلو و ادامه زندگی گفت و تاکید کرد: فکر می‌کنم آنچه اکنون برای من مهم است این است که بتوانید زندگی را ادامه بدهید. من بیشتر درگیر کسب و کار هستم. این نویسنده مشهور همچنین طرحی را برای نوشتن کتابی درباره ترور به عنوان گامی ضروری در برخورد با این تجربه با بی بی سی در میان گذاشت. آخرین رمان او به نام شهر پیروزی که یک ماه قبل از سوء قصد به او به پایان رسیده بود، در بهمن ماه سال گذشته با انتشار مجازی به یادگار ماند. نویسندگان هالیوود دو ماه است که اعتصاب کردند و به زودی ممکن است که بازیگران هم به آنها ملحق شوند و صفوف اعتصاب را جایگزین فرش قرمز کنند. از زمان اعتصاب نویسندگان، تولید ده‌ها مجموعه و فیلم متوقف شدند. اگر اعتصاب بازیگران اتفاق بیفتد، ممکن است که تأخیرهای بیشتری ایجاد شود و ممکن است که برخی از فیلم‌ها و مجموعه‌ها به طور کلی لغو شوند. بازیگران و نویسندگان پیش از این از پخش مجدد در شبکه تلویزیونی کسب درآمد می‌کردند. آنها هر بار که یک فیلم یا برنامه که روی آن کار کرده بودند باز پخش می‌شد، یک چک در پست دریافت می‌کردند و این به بازیگران اجازه می‌داد که بین پروژه‌های تجاری که همیشه یک شغل فصلی و دوره‌ای بوده، جان به در ببرند. اما خدمات پخش آنلاین هالیوود را متحول کردند و اکنون بازیگران و نویسندگان وقتی کسی کارشان را در یک سرویس پخش آنلاین تماشا می کند که به طور سنتی کمتر از شبکه تلویزیون پرداخت می کند، مبالغی کم دریافت می کنند یا اصلا چیزی دریافت نمی کنند. در اقدامی غافلگیر کننده، بسیاری از برترین بازیگران هالیوود نامه خطاب به اتحادیه خود امضا کردند و گفتند اگر یک قرارداد جدید متحول کننده از استودیوها دریافت نکنند، از اعتصاب حمایت خواهند کرد. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.